کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین هشدار داده است. این دفتر گفته چین با سیاست‌های سرکوبگرانه تحت نام مبارزه با تروریسم و افرادگرایی علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مشاهده نمایید. بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، سیاست‌های سرکوبگرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ شامل بازداشت‌های گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر می‌شود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته این ارزیابی را بر اساس مرور جامعه اسناد موجود از جمله داده‌های رسمی دولت چین، چارچوب قانونی و شهادت‌های منابع مختلف تهیه کرده است. در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بین‌المللی است که می‌تواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند. جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است. بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی عمدتاً مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای در بازداشت نگه داشته شدند. چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افرادگرایی استفاده می کند. اما عملاً این مراکز به اردوگاه‌هایی برای بازداشت اقلیت‌ها تبدیل شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر میگوید شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی می شود و بازداشت شدگان گزارش دادند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شدند. دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیین‌های اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیت‌های شدید بر پوشش دینی و ممنوعیت‌های گسترده بر آیین‌های مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است. در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیت‌ها به کار اجباری در کارخانه‌ها بدون دادن حق آزادی جابجایی به آنها مستندسازی شده است. در این گزارش همچنین تأیید شده که دولت چین از فناوری نظارت پیشرفته از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفن‌های همراه برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سینکیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده می کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تأکید کرده مقیاس و شدت این سرکوب‌ها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها می تواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند. این کمیساریای در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بین‌المللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است. این نهاد حقوق بشری همچنین از چین خواسته است به ناظران بین‌المللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سینکیانگ بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود. مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده، اینجا همراه من هستند. سلام، خوش اومدید به استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. گزارش اخیر کمیساری عالی حقوق بشر در مورد جنایت بشریت علیه مسلمانان سینکیانگ را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که من رو در برنامه خودتون دارید. ببینید، متاسفانه گزارش هایی که از چین بیرون میاد بسیار محدود هستش، به علت اینکه زبان مندرین یا کانتونیز که این گزارش ها درش نوشته میشه محدودیت ترنسلیشن و ترجمه درش هست. در مورد دوم این هستش که کسانی که این جنایت ها بر علیهشون انجام شده متاسفانه در سکوت مطلق هستن، یعنی خانم ها، بچه ها، جوان ها، مرد هایی که جنایت های بسیار زیادی علیهشون شده اونها در سکوت هستن به علت ترسی که
دارن از کشور چین یا جاسوس های کشور چین در کشورهای مختلف و صحبتی نمی کنن. پس محدودیت در اطلاعاتی که به ما میرسه بسیار زیاد هستش و باید اکتفا کنیم. متاسفانه جامعه جهانی باید اکتفا بکنه به خبرهایی که از چین و یا شاید ارگان‌های مستقلی که از بیرون هستن و احتمال بودن جاسوس درشون هست یا نیست اکتفا به این نوع گزارش ها شده. پس اطلاعاتی که داریم بسیار محدود هست و فکر میکنم حتی به 30% از جنایت های واقعی هم نرسه این اعترافات. بله، هشدارها و انعکاس موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ چین چه تأثیری در کاهش فشار علیه مسلمانان و اوگورها خواهد داشت؟ من با چند تاجر که به چین مسافرت میکنم برای خرید کالا صحبت کردم. اونها محدودیت نمیبینن در نماز خوندنشون، در احتمالاً مساجدی که اونجا وجود داره. اوگورها به علت اینکه یک واجهه و یک ویو غیر ملی دارن، غیر چینی دارن، یک تمرکز بسیار بالای از طرف کشور چین در مورد اونها هست. یعنی کسی که اگه مسلمان باشه در شنگهای بره یه جا نماز بخونه. من خودم چین مسافرت کردم، بیرون یک معبد بودایی ها وایسادم و نماز خوندم، کسی به من کاری نداشت. کشور میدونه که تمرکز فشار رو بر کی و کدوم اقلیت ها مستقیما انجام بده و چون از نظر زبانی بین تاجری که میاد و بین یک اویگری که باز هم زبونش متفاوت از مندرین یا کانتونیز هستش هیچ نوع رابطه بین اینها نیستش که بخوان همدیگر رو یک جا ببینن، صحبتی بکنن. و اویگرها زبان خاص خودشون رو دارن، تاجری که میاد کلا در یک شهر دیگه ای میاد. تأثیرش بر کسانی که از بیرون میان به عنوان توریست و یا به عنوان یک تاجر تأثیر خاصی نداشته و به عنوان یک شخص میان که نه ما راحت بودیم، رفتیم نمازمون در هتلمون خوندیم یا جایی که رفتیم، مثلا اگه کسی رو دیدیم بهش گفتیم سلام علیکم، کسی با ما محدودیت فشاری برای ما نداشت که کشور ما رو با باتون بگیره ببره. ولی اونهایی که در چین هستن، چینی هستن و یا اویگرهایی که در ملیت خودشون هم باز ملیگرایی بودنشون در چین مورد سوال هست از طرف دولت، اونها 100% زیر فشار هستن و هیچ نوع کاهشی در مورد اونها انجام نشده. بلکه اینکه اعتراف دولت چین به این که ما اجازه میدیم به کشورهای بین المللی و سازمانهای بین المللی بیان تحقیق بکنن باعث شده که اون لنز و اون سعی و تلاش از بیرون کمتر شده که میگن خب الان شفاف سازی از طرف چین شده و شاید محدودیت ها کمتر شده، شاید فشارها کمتر شده. دیدگاه اون تاجر و توریست هستش و نه دیدگاه کسی که در چین مورد اون محدودیت هست و در اون محدودیت داره زندگی میکنه. بله، با وجود مساق‌های جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در چین، چرا تاکنون هیچ گونه اقدام عملی از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری و کاهش آن صورت نگرفته است؟ سازمان ملل یک مشکل خیلی بزرگی رو داره. این مشکل من خودم به شخصه دیدم. چون میخوان همه کشورها با هم دیگه داد و ستد داشته باشن، سعی میکنن یه مقداری به هم آوانس هم بدن. یعنی امکان داره که یک کشوری در اروپا بخواد در مورد اویگرهای چین حرکتی بکنه، ولی چون داد و ستد تعاملات اجتماعی بینشون هست، از نظر تجاری هنوز بالای 70% دنیا، بالای 70% دنیا نیاز به کالای چینی دارن، خود کفایی ندارن. از نظر مالی خیلی از کشورها مغروز به چین هستن و بدهکار به چین هستن، چون یه سری از پروژه های بزرگ رو چین میاد میگه که من تمام مسائل رو بر شما با قیمت پایینتری انجام میدم. وقتی این بده بستون و این داده ستت بین کشورها هست، در سازمان ملل هم به همدیگه فشار نمیارن. مثل یه هیئتی مونه که در هیئت همه افراد با همدیگه معاشرت دارن، خب بیرون هیئت هم همدیگه میبینن سلام علیکم میمونه. پس از نظر کشورهای فشار نیست، نمیتونن یا نمیخوان. سازمان‌های غیر انتفاعی مثل سازمان مسلمان آزاد، ما هم سعیمون رو می‌کنیم ولی هم صدا با ما خیلی کم هست و محدودیت‌های بسیار بالایی رو داریم. هرچه مردم چین خودشون بیشتر داستان‌هاشون رو شیر بکنن و بگن و اون سختی‌هایی که کشیدن رو به ما برسونن، جامعه بهتر متوجه میشه درد و غمشون رو و بیشتر میتونه باهاشون همسو بشه. بله، سپاس از شما مشتبه اخوان، مدیر سازمان مسلمان آزاده.